مهمان امشب ما جوان هستند با شهرت جهانی و آرزو داشتن که در منزل کیسه بوکس داشتن تا میتونستن تمرین بهتری بکنن. سرکار خانم الهه منصوریان، درود بر شما، خیلی خوش آمدید. یه سلام علیکی داشته باشید با بیننده جامعه آرزوها، در خدمت شما. سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. خوبین؟ خدا رو شکر خوب. همه چی خوب؟ بله. اوضاع احوال خوبه؟ بله خدا رو شکر. خدا رو شکر لبخند به لب شما میبینیم. همیشه میخندیم. میخندید همیشه. خیلی هم عالی. و اینکه این آرزو از کودکی در شما بوده که یک ورزشکار رزمیکار بشید، درسته؟ البته آره، دوست داشتیم رزمیکار بشیم، ولی هیچ وقت فکر نمیکردیم برسیم به این جایگاه. چرا؟ یعنی فقط دوست داشتیم این ورزش رو یاد بگیریم. خب خیلی سخت بود، ما بچه شهرستان بودیم، یه شهر کوچیک سمیرون. و سمیرون، بله. و اینکه تو خودمون نمیدیدیم که میتونیم بیایم تیم ملی و بریم مدال جهانی بگیریم و آسیایی، مخصوصا که سه خواهر. و اینکه احتیاج داشتید به این ورزش که میخواستید یاد بگیرید یا علاقه بود صرفا؟ اولش علاقه بود. اولش دوست داشتیم که اینو یاد بگیریم، بعدش فهمیدیم که از این علاقه میتونیم پول هم در بیاریم که زندگیمون رو نجات بدیم. حرفه‌ای‌تر بشیم. دقیقاً. آها، زندگیتون نجات بدین یعنی چی؟ واقعیت شاید بازقی، ما با افتخار هم میگم کودک کار بودیم. ما سه خواهر حوالش کار میکردیم که زندگیمون رو نجات بدیم. بعد علاقه من به ورزش شدیم، ورزش رو تمرین کردیم، یاد گرفتیم، نه که برای که پول در بیاریم از ورزشه. بعدش دیدیم که باید کار بکنیم که خر هزینه ورزش بکنیم، از ورزش هم میتونیم پول در بیاریم. حالا استنباط من اینه که شما چون کودکی کار بودید، بنا به جامعه احساس کردید که باید رزمی کار بشید یا نه. یعنی این نبود. شهر ما یه شهر کوچیک بود که امنیت داشت، حتی ما بیرون کارم میکردیم مردم به اون احترام میذاشتن. ببین، از بیشتر کشاورزی بود اون زمان. نه. آره، تنها کاری که میتونستیم انجام بدیم کشاورزی بود و گندم درو کردن و و واقعیتش الانی که در موردش دارم حرف میزنم، فکر میکنم شخص خود من، چون حالا از همه خواهرها کوچیکترم، کودکی نکردم. فکر کنم زندگی به من یه کودکی بدهکاره. الان برگردید مثلا به دوران کودکی، دوست داری چیکار کنی؟ یه کمی آره کودکی میکردم، بازی میکردم، عروسک داشتم. آخه. بازی میکردم با عروسکام، کمتر میرفتم توی مزرعه و کار میکردم زیر آفتاب و خلاصه، یعنی یه ذره به کوچون میدونی دیگه بر نمیگرده اون روزا، هیچ وقت بر نمیگرده. و اینکه اصلا تو بچگیتون آرزوی کودکانه داشتی؟ زیاد. چی مثلا؟ خب دونه دونه پیش میومد. مثلا اوایلش حالا برنامه‌تون هم بذاره ورزشی هم هست فضا، مثلا اول توپ فوتبال رو دوست داشتیم، بعدش نم نم وقتی رسیدیم به اینکه ورزش رو دوست داشتیم، همون کیسه بوکسر رو خیلی دوست داشتیم تو خونه داشته باشیم، تو شروع کنیم تمرین کردن چون تو فیلم ها میدیدیم. بعد اون دستکش بوکس رو دوست داشتیم، یه دستکش داشته باشیم که باهاش تمرین کنیم. کم کم به همش رسیدین دیگه. بله. الان تو خونه تون کیسه بوکس دارین؟ الان تو خونه مون جیم هم داریم. یه باشگاه کوچیک خونگی هم دارید که تمرین میکنید. و من یادم مصاحبه خواهر شما رو دیده بودم و فکر میکنم توی برنامه کودکشو باشون مصاحبه کرده بودم، گفته بودن که میرفتن یه جای کار میکردن، بعد از روش میرفتن باشگاه و اون کسی که پیشش کار میکردن باور نمیکردن که یک خانومی انقدر سفت و سخت بخواد علاقمند به یک ورزش بشه. شما این اتفاق رو داشتین؟ آره، کلا ما همه خواهرها، حالا من بیشتر از خودم تعریف کنم، ما همیشه کار میکردیم، تلاش میکردیم که یه درآمدی داشته باشیم، این درآمده بره توی ورزش هزینه بشه. یا میومدیم مثلا صبح تا ظهر کار میکردیم، بعد از ظهرش سر تمرین باشگاه و تمریناتمون بودیم و این تمرینه بقیه همتیمیامون وقتی تایم تمرین بود با استراحت کامل می اومدن سر تمرین، تغذیه خوب داشتن، میادن ورزششون رو میکردن، ولی ما خستگی می اومدیم سر تمرین. بعد تازه مجبور بودیم که اینقدر خوبم تمرین کنیم که پیشرفت بکنیم، دوباره برمیگشتیم فردا میشد، دوباره میرفتیم سر کار، دوباره بعد از اون سر تمرین، همین جور هر روز تکرار میشد تا به حدی رسید که دیگه از پس هزینه بر اومدیم و کار کمتر شد، بیشتر به تمرین رسید. و اینکه مثلا تو شهر شما الان اسم سه تا خواهرها به عنوان الگوهای موفقیت بانوان وجود داره یا نه؟
خیلی آره دیگه، مثلا کلا ما تو سمیروم که همون اولین مدال کشوری رو که گرفتیم، مثلا بچه ها، مردم، فامیل، همسایه ها، آشنا، خب هیچ وقت فکر نمیکنم قهرمان دنیا بشیم واقعیت. اینا همشون شده بودیم الگو، میگفتم بچه همون میخواییم مثل این سه خواهر بشن. و همین الانش هم همینطور، خیلی از جاها که میریم مثلا زدن که مثلا اسم مغازه هاشون زدن خواهران منصوری ها. و جایی باشگاهی مثلا شهرداری خود سمیرون برای شما در نظر گرفته به اسم شما بکنه؟ نه، ولی خودمون این کارو کردیم، یعنی یکی دو تا باشگاه داریم توی سمیرون که به نام خودمون هست. کسی برای شما؟ نه من فکر میکنم که چرا واقعا وقتی ما میبینیم که یه سری استعدادها از یک شهرهای کوچیک اتفاق میفته و شهرت جهانی میگیره و میتونه الگوی مناسب و سالم واسه بچهای ما باشه، نباید کاری انجام بدیم. به نظر من خواهران منصوریان در شهرشون بایستی ازشون تقدیر بشه، یک محلی، یک باشگاهی، یک آکادمی، نه اینکه خودشون بیان هزینه کنن. این نشان از دغدغه شونه، ولی واقعا مثلا یه تربیت بدنی شهر شما باید بیاد یه سالن بانوان اختصاص بده اسمش رو به شما، و حال افتخار اون شهری دیگه، علاوه بر اینکه افتخار ایران هستید، افتخار اون شهر هم هستید. و اینکه اون دختر بچه 10 ساله‌ای که با خواهرش یه روز تصمیم گرفتن که ورزشکار حرفه‌ای بشن، که فکرشون نمی‌کردن شهرت جهانی پیدا بکنن، اون جرقه از کجاش شکل گرفت؟ واقعیتش یه بار داشتیم تلویزیون می‌دیدیم، دیدیم که یه نفر مدال گرفته و جایزه بهش دادن، جایزه سکه بود. بعد گفتیم که خب بچه ما که این ورزش یاد گرفتیم چه نریم مسابقه بدیم. شهربانو گفتش که خب بریم اصفهان ببینیم مسابقه استانی این رشته کیه. بعد پرسیدیم، اولی مسابقه شو رفتیم شرکت کردیم، بعد مدال گرفتیم. بعد گفتن که فلان تاریخ بریم مسابقه کشوری. بعد رفتیم مسابقه کشوری، زمانی که وارد مسابقه کشوری شدیم، من به شهبانو گفتم شهبان من دارم میرم مسابقه کشوری، همین، چون جوانان با بزرگسالان تایمش فرق میکرد. و ما اومدیم رفتیم مسابقه کشوری، قهرمان شدم، موندم توی اردوی تیم ملی ورزشگاه آزادی. زنگ زدم شهبانو، گفتم شهبانو، اون موقع از این تلفن کارتیا بود، گفتم که من یه زنگ زدم گفتم که آقا شهبانو، من اردو تیم ملی دعوت شدم، باید یک ماه و نیم بمونم توی اردوی تیم ملی. گفتش که ببین هر جا هستی اگه 2 دقیقه دیگه بر نگردی خونه من میدونم تو کجا رفتی. یعنی میگفت که باور نمیکرد من اومدم اردو تیم ملی، گفتم میخوام برم مسابقه آسیایی کره جنوبی. خب میگفت برگرد خونه. گفتم بابا تو بیا اردو. من گفتم بابا زنگ بزن از مربیا بپرس، من باور کردم اردو تیم ملی ام. تا اینکه با مربیم گفتم یه زنگ به شهبانو بزن، چون دیگه بزرگتر ما بود، ما باید مثلا ازش میگفتیم الان این آره اجازه میگرفت. خلاصه دیگه موندیم تو اردوی تیم ملی و جرقه این شد که همین، یعنی اولا که شهبانو این ورزش به ما یاد داد، بعد ما رفتم اردو تیم ملی. چند سال تفاوت سنی داریم؟ فکر میکنم 5 سال. 5 سالشون بزرگتر. خب بزرگتر. و دیگه اردو تیم ملی موندم، رفتم مسابقه. حتی من بعد زمانی که اردو تیم ملی بودم، هر 15 روزی 3 روز مرخصی میدادن شما برگردی خونه خانواده رو ببینی. من اون 3 روز رو پول کرای اتوبوس نداشتم برگردم سمیروم و بیام. میگفتم میتونم تو خوابگاه بمونم، میگفتم مشکل نداره، تو نمیخوای خانواده‌ت ببینی؟ گفتم نه. تا اینکه وقتی قهرمان شدم، خود فدراسیون هزینه خانواده‌مو داده بود که بیان تهران توی فرودگاه و استقبال من که با هم دیگه برگردیم. یعنی من تقریبا 45 روز که تو اردوی تیم ملی بودم خانواده‌مو ندیدم. اولین زمانی که مدال گرفتم اومدم، اون سالم خیلی خوب مسابقه داده بودم، مدال نقره گرفته بودم، خیلی اون تایم مدالم حتی نگرفته بودن. و فدراسیونم فهمید که آقا ما یه ذره عجوبه ایم دیگه توی ورزش، حمایت کرد. من یه نظری دارم خودم همیشه راجع به ورزش‌های فردی مثل کشتی، ورزش‌های رزمی، تکواندو و حالا ورزش تیمی که بماند، ورزش‌های رزمی میگم آقا طلا و نقره یعنی فینالیست شدن، برمیگره به استعداد آدم. یعنی آدم استعداد داره میتونه تا فینال برسه، یعنی یا طلا بگیره یا نقره بگیره. اینکه یه ورزشکار بتونه طلا بگیره برمیگرده به مدیریت. یعنی اگر فدراسیونش درست مدیریت بکنه، از به لحاظ روحی روانی
و این اتفاق بیفته که ورزشکار در یک آرامشی باشه، به قول شما فکر نکنه به کرایه برگشتش به خونه، فکر نکنه به اجاره خونش، به مدرسه بچهش، به هزار چیز دیگه فکر نکنه، اونجاست که یک استعداد میتونه که استعداد برتر جهان بشه. یعنی دقیقا. به جای اینکه شما نقره بگیری میتونی طلا بگیری، چون مغز هزار جا میره دیگه. یعنی همش داری اون لحظه که داری ورزش میکنی فکر میکنی، یه تلفن زنگ بخوره بگه ما اینقدر پول لازم داریم، اینقدر اینجوری شد، بچه اینجوری شد، مادر اینجوری شد، پدر اینجوری شد، واقعا ذهن رو به هم میریزه. این لازمه که واقعا توی ورزش های فردیمون اگر قرار مدال های رنگارنگ طلا به دست بیاریم، حتی رنگارنگ نمیشه، اگه قراره که فقط مدال های طلا به دست بیاریم، پس لازمش اینه که مدیریت بکنیم. همین که یه رویه بدیم، یه خیابون بهشون قول دادید به اسمشون بکنید، گفتیم خرجش هم یه تابلو خود ستا خواهر پول جمع میکنم بزنن تابلوشو مینیسن، اینا باعث میشه که این انگیزه ها بیشتر بشه. و اینکه امشب این خبر رو بدم خدمت شما که خانم منصوریان با بگم خودم دیگه، با تیم ملی وشوی کشور خداحافظی کردن، اصلا از قهرمانی خداحافظی کردن، خیلی غم انگیزه، اشکال نداره، ولی به هر حال افتخاراتشون هست، حتما خسته شدن و حالا دلیلشون میپرسیم ازشون. ولی این خبر هم چند ساعت پیش خداحافظی کرد، درسته؟ دیگه نمیخوایم مبارزه کنیم؟ خب واقعیتش دیگه وشو نمیخوام مسابقه بدم. من دیشب که داشتم در مورد این موضوع فکر میکردم که اعلام کنم و بگم که از خود وشو خداحافظی کنم، خیلی سخت بود. یعنی شب تا صبح خوابم نبود. آخه خیلی همه زندگیت مرور شد. دقیقاً، چون که فکر میکنم ماها یه جورایی این وشو زندگی ما شده بود. چون وشو زندگی ما رو تغییر داد. یه ذره جدا شدن ازش خیلی سخت بود، خیلی. ولی میخواستم الهه منصوریان قبل رو جدا کنم و با این کارم یه الهه منصوریان جدید متولد بشه. دلت تنگ نمیشه واسه تیم ملی؟ برای وشو خیلی دلم تنگ میشه، ولی خب یه برنامه هایی دارم برای آینده که تصمیم گرفتم که ازش جدا شم. ما با وشو زندگی کردیم، مادرم خوشحال کردم، دو دهه قهرمان دنیا شدم، مخصوصا توی سبک وزن. اونایی که رزم میکارن میدونن مدال گرفتن تو وزن پایین چقدر سخت. خیلی رقیبای اصلیم چینی ها بودن، خیلی جاها شکستشون دادم، ولی دیگه گفتم که دیگه بس، بذار یه زندگی جدید شروع کنم. من گذاشتم کامل احساساتتون رو تخلیه کنیم. نه فکر کنم دیگه در موردش حرف نزنیم بهتره، چون خیلی ناراحت شدم. مردم هم ناراحت میشن این موقع. بله، مردم که قطعا ناراحت میشن از این که قهرمانهاشون خداحافظی میکنن. به هر حال همه ماها قهرمان های خودمون رو داریم در زندگیمون و بهشون افتخار میکنیم. الان هم بر بچه تیم ملی فوتبال کشور احتمالاً میخوان یک کار بزرگی انجام بدن. بعد از 40 خورده ای سال قراره که جام قهرمانی ملت های آسیا رو به کشور بیارن، براشون آرزوی موفقیت میکنیم. ولی واقعا سخته، مثلا یه روزی به من بگن سینما رو بذار کنار، یا مثلا دیگه نمیتونی بازی کنی، خیلی سخت میشه. منم فکر میکنم همین احساسات رو مثل شما داشته باشم و فکر کنم تمام زندگیمو گذاشتم. شما میگی بچگی نکردی، ولی واقعا ما هم زندگی نکردیم. یعنی شب و روز سر کار بودیم، وقت و بی وقت سر کار، تو گرما تو سرما، مثل یه ورزشکار حرفه‌ای. آدم وقتی میخواد وارد یک جریان حرفه‌ای بشه، خب طبیعتاً بسیار بسیار زمان و عمرش رو کنار میذاره. بعضی از مردم میگن خب چه حرفی میزنی، خب پولشو گرفتی، قهرمانیشو گرفتی، شهرتش مال توه، فلانش مال توه. در حالی که این نیست. بالاخره ما هم انسانیم، ما هم از پوست و گوشت و استخونیم، از احساساتیم. دلمون میخواد که خیلی روزا مثلا عید پیش خانواده باشیم، شما باید اردو باشیم، ما باید سر کار باشیم، یا اجرا باشیم، یا سر فیلم برداری باشیم. دوست داریم مثلا
تابستون سفر بری. من فکر می‌کنم این که سفر رو دوست داری دلیلش برای اینه که هیچ وقت فرصتی ممکنه سفر بعد از اون سالهای سال سفر رفتید. من می‌دونم در لیگ چین حتی بازی کردید و سفر رفتید، ولی اون سفرها هیچ وقت دیگه اون سفری نشد که دلتون می‌خواست. دوست داشتم برم. آره. واقعا. به هر حال برای شما آرزو موفقیت می‌کنیم. دو تا خواهرای دیگه همچنان هستن یا اونا هم خدافظی کردن؟ اونا هنوز هستن. شهبانو که نمیتونه دل بکنه از وشو، با وجودی که سنش از من بیشتره دوست داره بمونه و ششمین طلای جهانیش هم بگیره. ولی واقعیتش من از وشو خدافظی کردم، ولی من الان چند تا پیشنهاد دارم که حالا سرمربی تیم ملی بشم و حالا چند تا کشور دیگه هم دوباره به عنوان سرمربی پیشنهاد دارم، حتی باشگاهی چین هم به عنوان مربی پیشنهاد دارم، ولی حالا هنوز به هیچ کدوم از اینا جواب ندادم. خیلی آدم بتونه بره چین مربی شد. 2 میلیارد دادم من. یعنی تو اون 2 میلیارد نتونستم مثل شما پیدا کنن، برای همین اومدن دست به دامن شما شدن. این خیلی مهمه. یکی دو بار بازیکنهای خوبشون رو زدم بخواد همینه. بسیار عالی. ما قراره که در یک ما یک پویشی برگزار کردیم، پویش جام آرزوها. قرار هزاران جهیزیه تقدیم جوانترها بکنیم، اونایی که میخوان برن سر خونه زندگیشون. امشب از شما دعوت کردیم که هم پویشمون رو معرفی بکنیم به مردم عزیز کشور، هم شما در یک چالش شرکت بکنید و به بهانه خداحافظی شما گفتیم که حداقل یه انقدرم ناراحت ندید دیگه. بدونید که مردم بدیم. نه بدونید که مردم دوستتون دارن، همچنان شما برای کشور ما افتخار آفرین هستید، حتی در سمت مربی. و امیدوارم که امشب این برنامه خوبی بشه، شما هم راضی باشید، یه چند تا جایزه هم به کمک شما بتونیم برای جوان‌ترها داشته باشیم. بریم بخش بعدی. شما هم میتونید با تهیه کارت‌های مهربانی در درگاه اینترنتی جام آرزوها به پویش ما بپیوندید و کمک بکنید ما زودتر بتونیم هزاران جایزه رو تقدیم جوان‌ترها بکنیم. عددش به 100 برسه ما از تأمین تا تحویل رو مستندسازی میکنیم و تقدیم شما. درود بر شما که از این لحظه بیننده برنامه جام آرزوها هستید از شبکه نسیم، و متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در پویش تهیه هزاران جایزه جام آرزوها شرکت کردید با تهیه کارت‌های مهربانی از درگاه اینترنتی جام آرزوها. سرکار خانم الهی منصوریان مهمان برنامه امشب ما هستند. قهرمان جهان در این لحظه از تیم ملی وشو خداحافظی کردن. لحظه سختیه براشون، ولی قول دادن که همچنان افتخار آفرین باشن واسه ایران. درسته؟ بله. حالا که دیگه تموم شد همه چیز، میخوایم یه چند تا نکته رو با بیننده های خوبمون در میون بذاریم. شما یه بار آنژیوگرافی کردید و استنت قلبی گذاشتید و رفتید تیم ملی مسابقه دادید بدون که به کسی بگید. چه اتفاقی افتاده بود؟ من قلبم مشکل داشت، فشارم عادی روی 14 بود، همیشه فشارم بالا بود. وقتی ورزش میکردم فشارم تازه بیشترم میشد. بله. من تنگی رگ آورد داشتم رو به پایین و خون به مغزم خیلی زیاد میرسید، باهوش بودم. ولی مثلا توی تمرین ها با فشار خیلی زیاد تمرین میکردم، مثلا چهرم مشخص بود. خیلی زود خسته میشدم ولی تحمل میکردم. من از سال بدون اینکه مطلع باشید از این بیماری اول نمیدونستم، تا اینکه یک زمانی که متوجه شدم ترس از خط خوردن از تیم ملی و اینکه من دیگه نتونم ورزش کنم، شاید عمل باز بکنن و خیلی اتفاقات، چون دکتر میگفت چون مادرزادی هست و ممکنه اصلا با بالون زدن و فنر گذاشتن و استنت گذاشتن اصلا نشه این کارو انجام داد، باید عمل باز کنی. خب این ترسه باعث شد که به هیچ کی نگم و همیشه با رضایت نامه خانواده من مسابقه رو شرکت میکردم، چون هیچ کس از این موضوع متوجه نشده بود که من چه بیماری دارم. خب و وقتی که اومدم متوجه شدم به هیچ کی نگفتم و مسابقه دادم. خیلی هم اذیت میشدم زمانی که متوجه میشه تازه بیماری تو، یه ذره ترسم داره. ترسم داره. بله.
چون بهم میگفتن که دکتر میگفتش که یه دفعه اصلا ممکنه وسط ورزش دور از جون سکته کنی، و به من میگفتش تو خسته نمیشی این مبارزه میکنی نمیافتی. من بعد اینکه دکتر بهم میگفت میومدم تو تمرین میافتادم واقعا، یعنی ذهنی من خیلی تلقینی ام. بعد دیگه رفتم مسابقات جهانی 2011 مدال گرفتم و اونجا بعد از اون دیگه دلو زدم به دریا. خب فدراسیونم متوجه شده بود دیگه بعدش، و دیگه رفتم عمل کردم. بسیارم عالی. یه دست نوشته ببینیم از خانم منصوریان. ۲۵ مرداد، درسته؟ بله. آخرین انتخابی من، دوباره پیروز میشم، من قهرمان جهان در مسابقات جهانی اندونزی. اینجا من یه مسابقه قرار بود برم با خواهرها، بعد توی این مسابقه یه انتخابی خیلی مهم داشتم و باید اون پیروز میشدم. البته این انتخابی رو این تاریخ من بردم و قرار بود برم مسابقه جهانی، ولی خب اون مسابقه رو ازم گرفتن دیگه سال 2015، اون مسابقه رو من نرفتم. تیم ملی یعنی منو خط، یعنی تمام ذهنتون رو نوشتید اینجا، درسته؟ من بهترین مبارز ووشو کار ایران هستم، یا الله. خب واقعیتش من الان 18 ساله که ووشو کار میکنم. تو این 18 سال هر آن چیزی که میخواستم بهش رسیدم، یعنی هر چیزی که مینوشتم و میخواستم و میتونستم بهش برسم. و یکی از همینم که اون انتخابی رو من بردم بازیمو. و اینکه شاگردم داشتین تا الان؟ آره، من خب مربیگری هم میکنم کنار ورزش خودم. خب آره، یکی از شاگردام توی قهرمان جهانی که پارسال بود توی اندونزی بود طلای جهان گرفت. ببین ما توی وشو چینی ها رو خیلی سخت شکست میدیم. اولین کسی که توی وشو توی خانما چینی ها رو شکست داد خود من بودم، یعنی دو بار چینی ها رو شکست دادم، بعد اون تو مسابقه حرفه‌ای که زیاد شکست دادم. و بعد از اون شاگرد خودم توی قهرمان جهان چین رو توی پای فینال شکست داد، بعد برترین ورزشکار سال دنیا شد توی 2022. و خب برام خیلی جذاب بود که بعد از خودم شاگرد خودم هم قهرمان شد. چقدر خبر خوبیه این که، حالا خبر بعدش این بود که شما خداحافظی کردین، خبر خوبش اینه که یک خانم جوان با تجربه رینگ دیده، میدون دیده، قراره که بیاد سرمربی بانوان ایران بشه و چقدر تجربیاتشون رو میتونن به سرعت به شما منتقل کنن. ببینیم عکس دیگه. سال 2013 که من قهرمان جهان برای اولین بار میخواستم طلای جهانی رو بگیرم. 2013 نوشتم پایین. آره، اینجا من یه حریف کره‌ای داشتم که خیلی رقیب قدیمی بود، و توی این مسابقه رفتم پا بگیرم، پاشنه پاش خورد توی راند اول، اول بازی خورد تو صورت من. همون لحظه حس کردم فکم اومده پایین، یعنی من با دندونامو گرفته بودم، حس میکردم الان میریزه دندونام توی دهنم. این مسابقه رو خیلی طوری که داور میتونه اصلا ببینه استوب بده، چون صورت من به آنی ورم کرد، خون توی دهنم قورت میدادم، تحمل کردم و اون مسابقه رو طلا گرفتم. طلا گرفتم، این توی بیمارستان مدالم آوردم دادم بهم. یه حریف مصری کنارم توی بیمارستان بود، دماغش شکسته بود، گفتش که ناراحت نباش مدال نگرفتی، قصه نخور، انشالله سال دیگه میگیری. هم چه حرفی ما زد، گفتم نه من طلا گرفتم. گفت تو طلا گرفتی، صورت ترکید، خندید، فکر کرد من ضربه هم خوردم، مغزم هم ریخته به هم. من یه چیزی دارم میگم، واقعا بعد اینکه خداحافظی هم کردم، رئیس فدراسیون قبلیمون آقای علی نژاد به من پیغام داد که من سال 2013 رو یادم نمیره که چقدر با غیرت بودی و خیلی ها از تو یاد میگیرن که چجوری به جنگن مبارزه کنن برای اون چیزی که میخوان. آفرین بشو. بعد اینجا ناراحتی چشم و احتمالاً که گونه‌تون شکسته، گونه، فک، 6 قسمت صورتم شکست، 6 قسمت گونه‌ام، فکم، دماغم، عضله چشمم گفتن پاره شده و عضله دیگه چشم نابیناست. که بعد اومدم ایران و بعد دیگه همه چی خوب شد و عضله پاره نشده بود، یعنی شانس آوردی. آره کامل پاره نشد. من میگم اکثر میبینم من دردم میگیره. من هنوز این ور صورتم عصب نداره، یعنی الان دست میزنم هیچ عصبی نمیکنه. بله دیگه الان گفتین دیگه به هم گفتم. ما امشب خیلی چیزا رو گفتیم. خیلی کار خوبی که برنامه خودتونه. بریم عکس بعدی رو ببینیم. از اون خط خوردنه
و رسیدن به قهرمانی. بله اینجا 2016. بله اینجا طلا گرفتم و دور افتخار زدم. ببین من اینجا حالا مشخصه من 52 کیلو بازی کردم. وزنتون بیشتر؟ وزنم تقریبا 60 کیلو بود. 8 کیلو کم کردم. کم کردین؟ بله اومدم وزن 52 بازی کردم. یکی از دلایلی هم که اینقدر خسته شدم توی وشو این بود که وزنای خیلی شدیدی کم میکردم، می اومدم وزن پایین، بعض وقت رژیمای خیلی سخت و اینجا خب وزن پایین با چینی رقابت کردن خیلی سخته. سوال بپرسم تفریح شما چیه؟ باور میکنیدم الان بهتون بگم باورتون نمیشه، مثلا ما خوشحال میشدیم رژیم نبودیم میرفتیم پیتزا میخوردیم، میرفتیم رستوران هر آن چیزی که دوست داشتیم بخوریم. ما زندگیمون باید طبق یه برنامه بود، شب زود بخواب، صبح زود پاشو، تمرین بکن، استراحت خوب بکن، غذای خوب بخور، پروتئینت سر موقع باشه. ما هیچ که وزن خودمون نبود، یعنی ایرانی ها انقدر با غیرتن خوب مبارزه میکنن و استعداد دارن که میتونستن ورزش دنیا رو بگیرن. واقعا ما این مسیر رو دیدیم، مسیری که خانم منصوریان طی کردن از کودکی که علاقمند شدن، بعد کم 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 وارد بازار حرفه‌ای شدن، بعد از اون دست نوشته ها، از اون آرزوها، از اون خط خوردن و از اون گذشتن از هر آن چیزی که دوست داشتن تا رسیدن به بالا بردن پرچم کشورمون و قهرمانی و مدال طلا. و امشب که خدافظی کردن، ساعتی بیش نیست که ایشون از دنیای حرفه‌ای تیم ملی خدافظی کردن، به جرگه مربیان پیوستن. بریم یه عکس ببینیم بعد اتفاقات قشنگتری داریم. اینجا کجاست؟ مسابقه یه که هم امروز برگزار شد. من از ورزش حرفه‌ای خداحافظی کردم. همین امروزه؟ همین امروزه بله. آخه که بعد این دیگه اومدم برنامه شما. خب من همزمان با خداحافظی از وشو قهرمان لیگ برتر شدم و تیمم قهرمان شد. به عنوان سرمربی بودم و بازیکن، خودم هم مسابقه دادم. خیلی گفتم مشکل داری، آسیبی دیدی، خدافظی میکنی، خسته شدی. واقعیتش الانم برم قهرمان جهان همین امروز من طلا رو میگیرم. بعد از اون خط زدنی که سال 2015 به من دادن، خطم زدن، من بعد اون اینقدر خودم رو آماده همیشه نگه میداشتم که همین الان هر کی بیاد با من مبارزه کنه شکست میدم. با خودت عهد کردی که دیگه نبازی، که نذاری خطت بزن. الان که خداحافظی کردم من هم رفتم پیش آقای صدیقی رئیس فدراسیون، هم آقای دکتر النژاد عضو هیئت رئیسن، با هم جلسه گذاشتن. واقعا میخواستن که من این کار نکنم، یعنی میگفتن ما چند سال باید زحمت بکشیم الهی منصوریانو بسازیم، تربیت کنیم. بله و اصرار. اون موقع من خط زدن، امروز به من میگفتن که نه این کار نکن، زوده، یه طلای بازیای آسیایی المپیک آسیایی دیگه بگیر، تو سال دیگه قهرمان جهان. ما دو ماه دیگه میریم سهمیه جام جهانی میگیریم، چهار ماه بعدش میریم قهرمان جهان استرالیا. گفت اینا رو بمون. بعد خداحافظی، گفتم نه من یه الهی جدیدی میخوام بخورم. دیگه خداحافظ. آره ما هم حق میدیم به شما. این به هر حال به سختی دارن به تنهایی با استعداد خودشون دارن برای کشور افتخار آفرینی میکنن. همه شوکه شدیم. یه ویدیو ببینیم با صدای بلند. برای دوستان از ایشان حال ایدتون خوب باشه. من واقعا الهه ما رو شوکه کرد وقتی خداحافظی کرد. ما سه تا خواهریم همیشه توردو کنار همین و برامون خیلی سخته که ورزش قهرمانی خداحافظی کنیم. الهه خیلی قویه که تونستی کار رو بکنه. واقعا من همیشه الهه رو به عنوان یه الگو، به عنوان یه قهرمان، یه نفری که واقعا حتی از مربیای چینی ما از نظر فنی، از نظر تکنیکی برام خیلی سخته. و چند روز من حالم خرابه، انگار یه چیز رو از دست دادم. چون برام حجمش سخته که توی اردوی تیم ملی باشیم با سویدا و الهه نباشه و برای مسابقات برم الهه کنارم نباشه. خیلی سخته، واقعا سخته. الهه خیلی قوی بود تلوس خداحافظی کنم، من هیچ وقت نمیتونم. ببخشید من خیلی حالم خرابه. خیلی الهه خواستم خداحافظی کنم. شهبانو سویلا اصرار کردن این کار نکن. ما حسرت یه مسابقه جهانی که
ستایی کنار هم بریم و از دست دادیم چند دو ماه پیش. ما بعد از 17 سال که کنار هم بودیم قرار بود بریم مسابقه جهانی آمریکا. اونجا بهمون ویزا ندادن و خیلی هم 6-7 ماه اردوی تیم ملی سخت تمرین کردیم، من سهیلا شهبانو. وقتی ویزا ندادن دیگه واقعیتش از همون موقع گفتم دیگه کافیه، دیگه فکر کنم این یکی آرزوها رو باید یه جور دیگه انشاءالله شما مربیشون بشید. انشاءالله بریم ببینیم. ما در یه خبر الهه مسابقات وشو رو برای همیشه گذاشت کنار. نظرت چیه؟ چرا بابا چرا کار کرد؟ نظرت چه؟ نظرم که آسیب نمینه دیگه بچه این، اما خیلی وشو رو دوست داشت. چرا کار کرد؟ نمیدونم، قرار خودش در موردش صحبت به مامانم بهم زنگ زد وقتی که خدافظی کردم، گفت چرا این کاری کردی؟ گفتم مادر مگه نگفتی که کمتر رژیم بگیر اینقدر غذا بخور؟ دیگه الان من راحت میتونم غذا بخورم، دیگه یه ذره آزاد میشم، میتونم یه ذره خارج از چارچوب و برنامه باشم، یه ذره مثلا وقت داشته باشم با هم دیگه اصلا بریم سفر. آخه آره مثلا دوست داشتم برم. کلا اردو تیم ملی طوریه که تو باید شبانه روز اونجا باشی دیگه. بله. توی کمپی زندگی کنی خیلی سخت. در حال زندگی حرفه‌ای هر کاری سخت. ویدیو بعدی رو ببینیم. آبا میدونه سیلای خداحافظی که؟ بله همگرد بیده چی شد بلاخره دیگه مریض میده، دندون فک شکستی میده، آسیب زیاد میده، ما هم ناراحت میشدیم چون حالا چیز شده است دیگه، ما هم راحت تر میخوابیم، راحت تر استراحت میکنیم. خب دقیقه خانواده بود بلایی میگم دست درد نکنه، خدا انشالله برات خوش بخواد که همیشه روپا خودت بیده، انشالله خدا رفت راست تر باشی، همیشه روپای خودت باشی، بهترین پدر دنیا. من چون که سبک وزن بودم نسبت به خواهر قدرت بدنیم خیلی کمتره، من بیشتر با هوش و تاکتیک میبردم بازیامو، سر همین خب خیلی آسیب میدیدم، یعنی اونا قوی تر بودن، قدرت بدنی بالا، آسیبای زیادی میدیدم. حالا یکی از اینا دیگه یه چند وقتی من دیگه یه ذره سالم رو بدون شکستگی میرم خونه و فکر کنم خانواده یه ذره دغدغه‌هاشون کمتر میشه. احساس درونیم رو نسبت به خداحافظی شما بگم، یعنی که خسته شده بودی واقعا، یعنی این همه آسیب دیدگی و این همه حسرت های کوچیکی که واقعا مونده بودی توش، به نظرم یکی از دلایلش این بود. ولی یه دلیلش هم میگن که شما خداحافظی کردین برای اینکه خواهرتون سهیلا بمونه تو تیم ملی. آره یعنی از خودگذشتگی کردید. ببینید ناراحت میشه بهش بگم. نه چرا ناراحت میشه، اگر واقعا این کار کردید که بسیار کار بزرگی در حق خواهرتون کردید. ما سال 2019 یه اشتباهی من کردم تو تغییر وزن، باعث شد که سهیلا 2019 کنار تیم نباشه و من رفتم مسابقه. منتظر بودم که یه جایی این قضیه رو جبران کنم. الان شاید بفهمه زر ناراحتم بشه، ولی خب ببین من اگه میخواستم بمونم باید دیگه وزن پایین بازی نکنم دیگه، چون یه خستگی وزن کم کردنه، بیام وزن بالا میشم رقیب سهیلا و باید بازی های آسیایی من 60 کیلو بازی کنم. خب سهیلا هم 60 کیلوه، یعنی باید تو انتخابی باید با همدیگه مبارزه بدین و مبارزه کنین و که یکی انتخاب بشه، که در واقع گفتید که شما راهشو بلدید برای بردن مبارزه. یه ذره هوشم بالاتر. خانم سهیلا منصوریان عزیز، خواهر شما از خودگذشتگی کردن، بزرگی کردن و حالا دلایل شخصی خودشون بماند، ولی احساس کردن که یه بدهی اخلاقی به شما دارن و خواستن بدهیشون رو با شما صاف کنن. انشالله که شما با همون انگیزه هایی که خانم الهه منصوریان باعث شد قهرمان جهان بشد، این انگیزه بشه برای شما که بتونید باز هم مدال طلا به دست بیارید. یعنی یه قولی ازش میخوام بگیرم که بفرمایید. خب طلای بازیای آسیایی رو بگیره و من اون لحظه کنار زمین کنارش باشم به عنوان مربی و اون مدال رو تقدیم کنی به من، این بهترین هدیه‌ایه که میتونم ازش بگیرم، به خاطری که تو عالی
چون من این مدال رو نتونستم بگیرم. یعنی امسال نقره بازی آسیایی گرفتم، طلایه هنوز یه ذره مونده تو دلم و گفتم که این مدال رو سویده میتونه بگیره. ان شاء الله. بریم عکس دیگه ببینیم. اینجا آبشار سمیرون. آبشار چقدر هم زیباست و جایی که شما دوست داشتید برید سیزده بدر رو نفری کنید. چه جای قشنگی زندگی میکنید شما؟ شهر هزار چشمه هست، خیلی خوشگل و زیباست. من نرفتم متاسفانه. سمیرون خیلی قشنگه. بعد خب مثلا این فاصله هم نداشته، مثلا تا از خونه ما تا اینجا مثلا 20 دقیقه است، 10 دقیقه با ماشین. بعد پیاده خب خیلی مسیر بود دیگه. بله بیشتر 15 کیلومتر. بله. بعد دیگه دوست داشتیم تفریح کنیم اینجا. چقدر عالی. عکس بعدی رو هم ببینیم. آها، سردار آزمون چه جوان بود. آره اینجا بود. سال 2017 است. رفتیم مسابقات کازان روسیه، اونجا من پیغام دادم به آقای آزمون، گفتم که ما مسابقه داریم نمیای تشویق کنی ببینی. اومد. آفرین بهش. آره اومد به ما سر زد و یه ذره روحیه داد به بچه های تیم و یک یادگاری هم گرفت. چه کار خوبی کردیم. ما هم براشون آرزو موفقیت میکنیم. حالا شما همین کار رو برای سردار انجام بدید. آره انشالله که. یعنی چی؟ یعنی شما برید قطر تشویقشون؟ بشید. من برم؟ بله. من دوست نداریم برین؟ چرا؟ از خدامه. چرا که نه؟ تا آخر برنامه بریم چالشمون رو انجام بدیم. عکس بعدی رو ببینیم. اینم تیم ملی. چی فکر میکنید؟ خب این تیم ملی الان واقعا همه بازیکن‌ها خوبن. خوبه. آره. تو لیگای خوب دنیا بازی کردن. این توانایی رو دارن که قهرمان بشن. ببین ما ژاپن میگیم که تیم خوب آسیاست، ولی اومد با عراق باخت. ببین چرا؟ چون که سبک بازی کردن عراقی‌ها جنگندگیه. می‌جنگن، دفاع رو می‌بندن. یه ذره با دل و جرأت. ما هم همینطوریم. بابک ما مگه توی جام جهانی نبود با اسپانیا و پرتغال؟ این چقدر خوب بازی کردیم. آفرین به شما که اینقدر دانشتون نسبت به ورزش فوتبال زیاده. من ورزشی ام. عالیه. می‌بینم بیشتر بچه‌هام که خب می‌شناسن. آشنایی دارید تو اردوام دیگه می‌بینید دیگه. بله. ولی من فکر می‌کنم تیم ملی ژاپن می‌زنه. آرزوی موفقیت داریم برای بچه‌های تیم ملی. امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و همه کسایی که زحمت کشیدن تا تیم ملی به قطر بره و امیدواریم که بتونن جام ملت‌های آسیا رو بالای سر ببرن، یک شادی جمعی خوبی رو با هم دیگه تجربه کنیم. مثل قدیما ایران با استرالیا مساوی کرد، با از آمریکا برد. خیلی وقت از این تفریح شادی‌های جمعی نداشتیم، حیفه. من خواهش می‌کنم شما هم یه آرزو موفقیت داشته باشید برای بچه‌های تیم ملی اگه دوست دارید. بله انشالله که بازیاتون رو دونه دونه ببرید مثل قبل و بدون باخت قهرمان آسیا. همین جوری هم پنالتی بدید بیرانوند بگیرم و عشق کنیم. خب قبل از اینکه بریم وارد چالش بشیم و بخوایم یه سرم به قطر بزنیم، همه خانواده شما برای شما پیغام گذاشتن، یه صدای هست بشنویم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز، آقای بازقی عزیز و الهه جان، که البته خبر خیلی شوکه کننده صبح قبل مسابقه الهه به من داد که میخوام خداحافظی کنم از ورزش قهرمانی. من واقعا یهو ناراحت شدم، کلی اشک ریختم قبل از مسابقه. من یعنی با یه روحیه خیلی داغون رفتم وارد مسابقه شدم و الهه اونجا یه حرفی به من زد، گفت که من دیارزو داشتم اینم که بتونم طلای بازی آسیایی رو بگیرم، ولی خب متاسفانه نشد. من الانم که دارم حرف میزنم اشکم در میاد، ولی اینو به الهه قول میدم که طلای بازی آسیایی رو بگیرم و این مدالو از شاگردش بگیره. کلی دوستت دارم الهه جان و بهت قول میدم که شاگرد خوبی باشم برات. شما جوابشون بدید. خب اگر مطمئن نبودم کسی که میاد و این میتونه این آرزوی منو برآورده کنه، هیچ وقت از تیم ملی نمیرفتم. وای میستادم اونو میگرفتم. من مطمئنم که سهیلا میتونه این مدالو بگیره. با راهنمایی شما و خواهر بزرگترش حتما اتفاق میفته. دو تا بازی داریم. کری خوندن گفتن که من میتونم شمش رو در بیارم. 5 تا جایزه تقدیم جوانهای عزیز کشورمون بکنم.
امیدوارم این اتفاق بیفته. بریم برگی. متشکریم از شما. داریم به روزهای پایانی نزدیک میشیم در جام ملت‌های آسیا. امیدواریم که تیممون جام قهرمانی آسیا رو بالای سر ببرن. چالش تیر و کمان 45 میلیون، 15، 10 و 5 میلیون. هر 50 میلیون یک جایزه است. من امیدوارم که شما هر 5 تاشو بزنید وسط 45. خب میزنید شما؟ من فکر می‌کنم حداقل 3 تاشو بزنم. 3 تاشو بزنید. چقدر با اعتماد به نفس؟ کمونه یه ذره سنگینه. خب یعنی اگر خودتون 3 تا رو نزدید جایزه رو خودتون تقبل کنید. مجبورم خودم بدم جایزه رو. باش. اینم حرف. خوب. اولین تلاش خانم منصوریان. ده میلیون تومان. این قلقگیری بذاریم درسته؟ آره. اگه بخوان یه فیلم از زندگی شما به تنهایی بسازن، یه دونه ساختن صفر تا سکو. دوست دارید اسم فیلمتون چی باشه؟ ای بابا. شد 20. یه فیلم زندگیمون بسازن از فیلم چی باشه؟ من اسمش انتخاب کردم. چی؟ تا سرحد مرگ. تا سرحد مرگ. یعنی آره دیگه، تا چشمشون نه، تا چشمشون از دست داشتن از دست میداد. این یعنی که آدم تمام جونش رو بذاره برای یک مسابقه. احسن. من اصلا اون آسیبی که دیدم تا 3 ماه دندونام سیمکشی بوده، یعنی با نی غذا میخوردم. آخه یعنی چقدر سخت. یعنی واقعا مبارزه تا سرحد مرگ شاید اسم بهتری باشه. 45 بزن. ای وای ای بابا. دستتون خسته شد. نه یکی بهم گفتش که زیاد نکش سیمو. نه نه اتفاقا خیلی الان درستش میکنم. و من یه پیشنهاد بدم، ببینید اینجوری اگر بگیرید سره؟ آره بینش باشه دستتون اینجا؟ آره دستتون نخوره به تیر، چون تیر منحرف میشه. آره اوکی محکم. آها این 10 حساب کنین آقا. اینو برای شما 10 حساب کنین. بله. ای بابا این آخری ره. من میدونستم مسابقه تیر و کمانی ازا تمرین هم میکرد. اینو دیگه میزنم وسط. خب چقدر شد؟ ما همش 10 4 تا 10 شد. یه دونه 5. نه اینجوری قبول نیست، باید یه جایزیه تو چالش ما شرکت بکنید. هنوز یه جایزیه کامل نشده. این یه دونه خدمت شما. خواهش میکنم. خب اینو دیگه میزنم انشالله. اینجا باشه. اینم گوش بگیریم. یک جایزه موفق شدن خانم منصوریان تامین بکنن در این چالش. بریم ببینیم میتونن 5 تا رو یک دفعه در چالش شمش طلا تامین بکنن یا خیر. یک دقیقه فرصت دارید. از الان شروع میشه؟ هر موقع شما بفرمایید. هر موقع شما. قشنگ دستتون مشتون یه ذره نرمش بدید. این چالش ما رو که سالا نتونست انجام بده. خب اگر که شما بتونید انجام بدید، من به جای از تکانده محترم خواهش میکنم به جای 5 تا 6 تا جایزه براشون حساب کنم. خوبه؟ یعنی 6 تا اینجا بشه، یه دونه اونجا میشه 7. به به. خدای با امیدی تو. بریم. به. 3 2 1 یک دقیقه آغاز شد. خیلی راحت بلندش کردید. ها. زمان دارید، عجله نکنید. چهل ثانیه فرصت دارید. دستون خسته نکنید. اگه می اومد این اشتباه با دو انگشت باید. آره به نظرم باید
انگشتر کم. 30 ثانیه فرصت دارید. من فکر میکنم باید تمرکز کنید، یه دفعه بکشیدش بیرون با انگوش. خب آها ایم. 3 2 1 یه دفعه بکش بیرون. ایتون بخورم. 10 ثانیه. ما امید داریم به شما. 4 3 2. ای بابا گیر کرد. میخوای دوباره امتحان کنید یا نه؟ سخته. چرا؟ دوباره یک دقیقه رو برشون بدیم. من اینو با در بیارم، اینو قطع کنم. خدا نکنه. بفهمید. بریم. 3 2 1. خب 1 دقیقه آغاز شد. خیلی ای وای کم مونده بودا. حالا بیارید جلوی دستتون. آها نه بغلاشو بگیرید که امکان نداره بیاد اینجا. آه از همونجا باید بیاد اگر بیاد. 30 ثانیه زمانتون باقی مونده. 20 ثانیه مونده. بریم. ای وای آخ. 5 4 3 2 و پایان. بازم جنگیدن، تلاششون کردن، سخت بود، نتونستن در این چالش موفق بشن، ولی من امید داشتم چون گفتم شما مچتون باید قوی آره. باشه. دستم رد نمیشد. رد نمیشد. یه ذره چون بوکسوریه یه ذره بزرگتر، ولی ساید و اینام اوکی بود، یعنی بیاد بیرون. یعنی خسته نشدی؟ نه. اه. آره. این یه ذره قلقیه ولی آره. حالا اشکال نداره. همراه ما باشید در جام آرزوها. با خانم منصوریان هستیم. امشب ایشون از تیم ملی خداحافظی کردن اما همچنان در ورزش کشور حضور دارن. خیلی ممنون از اینکه تو برنامه ما بودید. متشکریم از شما. ما دو تا پویش داریم. یک پویشمون جمع‌آوری هزاران جایزه برای زوج‌های جوان هست که میخوان سر خون زندگیشون برن. انشالله با دل خوش و لبی خندونی اتفاق بیفته که ما این آرزو جمعی رو از فراخوانی که دادیم و بیشترین فراخوان این بود که این کار رو انجام بدیم داریم انجام میدیم. دومیش این هست که به بچه هامون آموزش بدیم نهال بکارن، درخت بکارن. شما که در دوران کودکی خیلی کار کردید، زحمت کشتید، کار کشاورزی انجام دادید، میدونید که چقدر سایه یه درخت مهمه واسه انسان، چقدر سایه درخت برای یک کشور مهمه. شما چه درختی میکارید؟ من خب میرم توی حیات خونمون درخت سیب میکارم. خب پس ما هم یه درخت سیب برای شما در باغ گیاهشناسی به اسم شما میکاریم. دست شما بماند به یادگار. و چه آرزویی دارید که ما زیرش بنویسیم؟ آرزو طلای جهان برای سهیلا. طلای جهان برای سهیلا. آرزوشون من گفتم آرزوشونو ولی فکر میکنم این جزء حسرت هایی بود که در واقع داشتید. و اگر بخواید یه آرزوی جمعی برای کشورمون داشته باشید چیه؟ انشالله همه سلامت باشن و یه ذره شهرمون کشورمون آلودگی نداشته باشه. انشالله هوای خوب تنفس کنیم. هوای خوب تنفس کنیم. آرزو میکنم که در هوای پاکیزه زیست کنیم. این هم میتونه آرزوی بسیار خوبی باشه. ما میخواییم یه هدیه بدیم به شما اگر اشکال نداره. دست شما دارم. اما پیش از اون حرف پایانتون رو بزنید تا من عرض کنم. خب اول هدیه ممنونم ازت. خواهش میکنم. عاشق هدیه. چقدر عالی. من از ورزش خداحافظی کردم و قطعا زندگی جدیدی خواهم داشت. خب برای ساختن الهه منصوریان خیلی زحمت کشیدن، از همه ممنونم بابت سالهایی که کنار من بودید، از خانواده‌ام، از مادرم، مادری که دعاش همیشه بدرقه راه من بود، انگار خدا رو میفرستاد که یه یار کمکی باشه کنار من، خواهرام همگی. و خوشحالم که بعد از این خداحافظی هیچ آرزویی توی ورزش حرفه‌ای ندارم.
به جز مدال بازی آسیایی که قرار سهیلا به من هدیه بده و خب از ورزش وشو خداحافظی میکنم. آرزوی سلامتی و موفقیت دارم برای همه ورزشکارانی که توی تیم ملی وشو هستن. خیلی هم عالی. اما ما به پاس تمام زحماتی که برای تیم ملی کشورمون کشیدید، پرچم کشور رو بالا بردید، خون دلهایی که خوردید، رژیمهایی که گرفتید، ضربه هایی که به بدنتون متحمل شدید و آسیب دیدگی هایی که داشتید، ما چند تا عکسش رو دیدیم، من میگم عکس اون چشم مندم دردم گرفت. حالا چه برسه که آدم بخواد اون لحظه در اون با اون شکل آسیب ببینه. ما میخوایم یه هدیه کوچیک از طرف برنامه جام آرزو تقدیم شما بکنیم. گفتید که رفته بودید کازان و به سردار آزمون گفتید که بیا به ما روحیه بده، مسابقات ما رو ببین. ایشون این کار رو انجام دادن. ما میخوایم که حالا شما برید پیش بچه های تیم ملی به اتفاق مادرتون در قطر و مهمان برنامه جام آرزوها باشید و بازی تیم ملی رو در استادیوم ببینید. یه شرط داره. یه شرط داره. بله، هر شرطی باشه. آره، شرطش هم اینه که رفتید اونجا برای ما ویدیو بگیرید از لحظه‌ای که در استادیوم هستید، بازی بچه های تیم ملی رو می‌بینید، برای ما بفرستید که ما اینجا بتونیم برای مردم عزیز ایران پخش بکنیم. دست شما درد نکنه. من فکر می‌کنم که با مامانم برم، باور نمی‌کنید قدمش انقدر خوبه، اون بازی رو ما 100% می‌بریم. ان شاءالله پرگل ببریم. مرسی از هدیه خوبتون. دوستان خواهش می‌کنم که شما بیستید لطفا، من اینو بیام تقدیم شما بکنم. متشکرم. بله، اینم تصویر بلیت شما هست. دست شما درد نکنه. خواهش می‌کنم این تقدیم شما. آقا اینجا آرزوها برآورده میشه. گفتیم سفر بریم. گفتیم سفر واقعی. خواهش می‌کنم مبارکتون باشه. ممنون و متشکریم. متشکریم از شما که بیننده برنامه جام آرزوها بودید. برای الهه منصوریان دست می‌زنیم به پاس تمام زحماتی که برای تیم ملی وشو کشور ما کشیدن. بدرقه‌شون می‌کنیم با یک زندگی جدید و یک الهه منصوریان جدید در جایگاه و عرصه دیگه‌ای و آرزوی موفقیت برای شما. متشکرم از شما که بیننده برنامه جام آرزوها بودید. تا یه برنامه دیگه، بدرود. یه بار دیگه برایشون دست بزنیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکریم از شما.